توی مدتی که من مهاجرت کردم خیلی از دوستان به من پیغام دادن که چی شد که مهاجرت کردی، کی کاراتو انجام داد و چجوری ویزای کار آلمان رو تونستی بگیری. من یه تکست آماده کرده بودم، بعد هر کسی این سوالا رو ازم میپرسید واسش میفرستادم، ولی بازم خیلی سوال تو ذهنشون پیدا میشد و احساس کردم اون متنی که نوشتم خیلی کاربردی نیست. ما که داشتیم بلاگ میگرفتیم، بعد تصمیم گرفتم که یه سری ویدیو هم آماده بکنم و این روند مهاجرتی رو توضیح بدم. حالا یه سریاش مربوط به قبل مهاجرت، زمانی که شما تو ایران هستید، و یه سری مربوط به اینه که شما وقتی به کشور مقصد رسیدید. این ویدیو راجع به تایتلای مهاجرت هست و من توی ویدیوهای دیگه با دیتیل همه بخشا رو کامل توضیح میدم که از این سردرگمیه در بیاید. مهمترین نکته اینه که ببینی که آیا مهاجرت مناسب تو هست یا نه. چجوری اینو بفهمم؟ من خودم اومدم نشستم نوشتم که اگه بخوام مهاجرت بکنم یه سری چیزا رو به دست میارم ولی یه سری چیزا رو هم از دست میدم. مثلا دوری از خانواده است، دوری از دوستام، سابقه کاری که توی ایران پیدا کردم، خب تشکیلات زندگی که واسه خودم داشتم، همه اینا رو باید بذارم و بیام از صفر شروع بکنم. آیا برای تو ارزش داره که بخوای این کارو انجام بدی و همه چیزو از صفر شروع بکنی؟ یا مثلا اگه بخوام دقیق‌تر بگم، یه سری اصلا بیزینس خودشونو دارن، بیزینس خانوادگی راه انداختن، یه سری بودجه گذاشتن. اگه کسی که همچین چیزیو داره بخواد بلند شه ورداره بیاره یه کشور مثلا اروپایی، واسهش میصرفه یا میتونه به همون حدی که توی ایران کار میکرده برسه؟ خب اوکی، اگر همه اینا قابل انجام هست میتونه مهاجرت بکنه، ولی دلیل نمیشه مثلا چون خانم ایکس یا مثلا دوست من، فامیل من مهاجرت کرده این بر منم مناسبه. قدم بعدی که اگه بخوام بهت بگم خیلی مهمه، چون من خودم توی چاله افتاده بودم نمیخوام واسهت اتفاق بیفته، انتخاب مقصدته، انتخاب کشوریه که میخوای بری هستش. خب یعنی چی؟ اصلا من از کجا بفهمم که کدوم کشور مناسب من هست؟ چند تا نکته هست که باید بهش توجه بکنی که کدوم کشورها مناسب تو هستن. یکی این که مهاجر پذیر هست اصلا اون کشوری که مد نظرت تو ذهنت یا نه، یا چون همه رفتن کانادا یا مثلا آلمان تو هم میخوای برداری بری کانادا، شاید مثلا اون که رفته کانادا موفق شده تو بری موفق نشی. پس اول ببین مهاجر پذیر هست، دوم این که ببین که اون هزینه هایی که اونجا هستش تو از پسش بر میای یا نه، یا اصلا واسه رشته تو اون کشور مقصد کار هست یا نه. این خیلی خیلی مهمه، چون تو باید کشوری انتخاب بکنی بری که بتونی تو اون کشور هم به درآمد برسی. خب شاید تا دو سه ماه بتونی حالا از پولایی که پس انداز کردی استفاده بکنی، ولی به هر حال یه جایی میرسه که این پول تموم میشه و تو باید کار بکنی تو اون کشور. و مهمترین گزینه، مهمترینش پاسپورت و اقامته. مثلا یه سری افراد هستن که اصلا براشون مهم نیست، فقط رفاه و امنیت هست که مثلا دبی واسهشون مناسبه و پاسپورت اصلی رو نمیگیرن و خب اوکی هیچی. ولی بعضیا هستن که میخوان بلند مدت برنامه‌ریزی کنن و پاسپورت اون کشور براشون مهمه. خب گزینه‌های کشورهای اروپا این قضیه رو داره و مینیمم مثلا 3 سال هستش با توجه به شرایطت میتونی پاسپورت اصلی رو بگیری. این نکته‌ای هستش که توی انتخاب کشور باید دقت بکنیم. و یه چیز دیگه هم به اضافه بکنم اینه که مثلا من خودم توی مسیر انتخاب کرده بودم که برم آلمان، ولی یه اتفاقی افتاد که یه پیشنهاد داشتیم از سمت سوئد. من زبان آلمانی یه جای خیلی خوبی بودم و خیلی با سرعت زیادی داشتم زبان آلمانی رو میخوندم و پیش میرفتم. اتفاقی که افتاد پیشنهاد سوئد شد، من مجبور شدم که سویچ کنم روی زبان سوئدی، چون زبان بیس اون کشور سوئدی بود و من باید یادش میگرفتم. وقتی شروع کردم سوئدی خوندن باعث شد که آلمانی که این همه وقت و انرژی گذاشته بودم از بین بره و سوئد هم نصف نیمه موند و اصلا به نتیجه نرسید. در نتیجه نه به آلمان رسیدم اون موقع و نه به سوئد و کلن سرخورده شدم. با توجه به سرچایی که انجام دادی فرض کن که به 4 تا کشور رسیدی. خب از بین این 4 تا کشور بفهمم کدومش مناسبه مثلا من هستش، مقایسه که میتونم انجام بدم و اون چیزایی که دست برای من مهمه. یکی هزینه است، یکی امنیته، یکی اینکه تا کی میتونم پاسپورت اصلی و اقامت دائمم رو بگیرم، اصلا رشته من تو اون کشور مناسب هست یا نه و درآمدزایی تو چجوریه و در آینده هم مثلا واسه بچه و خانواده چقدر خوبه و اون درآمدی که کسب میکنم آیا اصلا میتونم سرمایه گذاری بکنم یا مثلا نمیدونم خرید خونه و این چیزا. سلیقه هر کس متفاوته و با توجه به این نکات میتونی از بین اون کشورهایی که بهش میرسی یکی رو به هر حال انتخاب کنی.
نکته دیگه که بخوام راجبش صحبت بکنم تاریخه. یه ددلاین واسه خودت توی ذهنت بذار که قرار تو تا کی همه اون شرایط مهاجرت رو آماده بکنی که به هدفت برسی. مثلا بگو تا 2 سال دیگه. خب این 2 سال دیگه رو من کجا بفهمم؟ من 1 سال دیگه باید مهاجرت کنم یا 2 سال دیگه؟ من چند تا نکته توی مدت بهش رسیدم که اگه بخوام بهت بگم با توجه به اونا میتونی تاریخی که مناسب تو هستش که بخوای مهاجرت بکنی یا در بیاری. مثلا یکیش اینه که کشور مقصدم رو مشخص کردم، زبانی که میخواد چی هستش، انگلیسی، آلمانی، سوئدی، عربی، چی هستش، آیا یه بیس قبلی دارم واسش یا نه، یا باید از اول بشینم یاد بگیرم. خب تا چه حدی برسونم خودم؟ این برای من سواله. مثلا من میخوام برم سوئد، سوئدی تا کجا باید بخونم؟ تا تهش باید بخونم نیتیو بشم یا اینکه نه مثلا یه حد خاصی رو میخواد؟ بهترین رفرنسی که میتونم بهتون بگم اینه که سایت سفارت رو چک بکنید و مطمئن بشید که شما مینیمم سطح زبانی که میخواید کجاست. خب اینو که مشخص کردی مثلا متوجه میشی اگه تا B1 سوئدی رو بخوای یاد بگیری 6 ماه مثلا بخوای وقت بذاری میتونی یادش بگیری. و باز هم اینو بهتون اضافه بکنم که منی که قرار سوئدی بخونم و میگن 6 ماهه، در روز چند ساعت باید وقت بذارم؟ این رو هم هست. ببین تو این قضیه اگه بخوام بهت بگم تو هر لحظهش باید کاملا واقع بین باشی. چرا؟ چون وقتی یه مرحله رو رد میکنی به نتیجه نرسی، انقدر تو ذوقت میخوره که از هدف دور میشی و عقب گرد میکنی. در نتیجه از روز اول با خودت صاف و صادق باش و ببین که با توجه به کارهایی که در طول روز انجام میدی، اگه قرار 2 ساعت وقت بذاری واسه زبانت، این کار انجام میدی یا نه. گزینه دومی که مهمه توی تاریخ مشخص کردن، سطح دانشی که داری هستش. یعنی چی؟ یعنی من میخوام به عنوان مثلا ویزای کاری بگیرم، خب یه سری جزئیات کاری تو این چند سالی که گذشته کار میکردم بلد بودم، آیا همشو خوب الان کسی ازم مسابقه فنی بگیره راحت میتونم توضیح بدم و صریح میتونم اون جوابی که قراره به اون کارفرما بدم رو همون لحظه فکر کنم و بگمش، یا نه نیاز یه تایم یا وقت بذارم و اینا رو تکمیل بکنم. ببین توی قسمت کاری اینو هم بهت بگم که نیاز نیست صرفا این که هی خودتو وصل کنی به مدرک، که مثلا یکی مثلا وکیلای مهاجرتی من خب زیاد دیدم میگه که حتما مدرک فنی حرفه‌ای باشه، نمیدونم مدرک اصلی مایکروسافت رو برو بگیر، یا نمیدونم TDD از فلان جا بگیر تو معماری یا چیزای دیگه. اینا اصلا مهم نیست. وقتی که تو توی رزومت میزنی من مثلا TDD Max رو بلدم، یعنی به تمام سوالایی که توی اون بخش TDD هستش میتونم جواب بدم. این یعنی که مسلط هستم و نیاز نیست حتما سند و کاغذی رو ارائه بدی. اگه باشه اوکی، خوبه، بهتره، ولی اگه هم نباشه نمیخواد خودتو درگیریم بکنی که وقت بذاری حتما مدرک بین‌المللیه رو بگیرم. پس اگر که یه اسکیلی رو انتخاب بکردم که دوباره روش یه مروری داشته باشم، اینو هم توجه کنید که تو کشور مقصد اصلا کاربردی داره یا نه. مثلا اگه رشته معماریه و توی ایران من دیدم که خیلی‌ها با لومیون کار میکنن، ببین مثلا مقصدت هم باز آلمان هستش، لومیون توی آلمان هم کاربرد داره که میخوای وقت بذاری اون رو تکمیل بکنی و حالا یکم خودتو آپدیت کنی. یا خود من مثلا آیتی بودم میکروتیک کار میکردم، ولی وقتی هدف من آلمان بوده اصلا میکروتیک توی آلمان کاربرد نداشته، پس دلیل نداره من بشینم وقت بذارم روی میکروتیک و میکروتیک رو بخونم. پس نکته‌ای که بخوام بگم اینه که اون چیزایی که مربوط به کشور مقصد هست رو تقویت بکنید و الکی وقتتون رو صرف چیزای الکی نکنید و تلف نکنید که بخواد این بازه مهاجرتتون خیلی طولانی بشه که شما رو خیلی دیگه دور بکنه و اصلا دست نیافتنی بشه. بحث سومی که توی تاریخ مشخص کردن مهمه هزینه است. یعنی چی؟ یعنی من اگر قراره برم مثلا یه کشور مثل دبی، خب یه سری هزینه‌های اولیه لازمه داشته باشم دیگه. فرض کنید که من بودجم در حد دبیه، دارم برنامه‌ریزی میکنم برای اروپا، خب همین میشه که من شکست میخورم و بهش نمیرسم. برای همین میگم واقع بین باشیم، بیایم در نظر بگیریم که هزینه های اولیه که شما لازمه که بری چیا هستش. یه سری هزینه های داخلی مثل توی ایران هستش که ترجمه است، مدرک زبان گرفتن است، کلاس زبان رفتن است، لگال و سفارت و این چیزاست که هیچی. اینا یه طرف. یه بخش دوم داریم که شما یه اجاره اولیه باید توی اون کشور مقصد داشته باشه، اجاره خونه، خرید وسایل اولیه خونه هستش، بلیط اون کشور رو بتونی تهیه بکنی، باید بتونی از پس این هزینه‌ها بر بیای.
یه جمعبندی باید بکنی ببینی که من آیا این هزینه ها رو الان دارم یا مثلا توی 2 سال آینده میتونم برنامه ریزی کنم به این مبلغ برسم. پس در نتیجه 3 تا نکته بود که مهم بود که شما رو به تاریخ دقیق برسونه که مهاجرت کنید مناسبه. نکته بعدی که بخوام بهت بگم، 2 تا فایل خیلی خیلی مهمی هستش که توی روند باید واقعا واسش وقت بذاری، انرژی بذاری که آمادهشون بکنی. چه بخوای کاری بیای، چه بخوای تحصیلی بیای، این 2 تا فایل در از جای شما صحبت میکنه و در از نماینده شماست. یکی فایل رزومه است، یکی فایل انگیزه نام است. حتی توی سفارت هم این 2 تا فایل رو دوباره باید ارسال بکنی و توی روند مهاجرتی بر اساس این 2 تا فایل شما قضاوت میشی. پس خیلی واسش وقت و انرژی بذارید که این فایل‌ها درست آماده بشن. اینا که الان دارم توضیح میدم واسهشون یه سری ویدیوهای کامل‌تر درست میکنم که دقیق هر بخشی رو با جزئیات خیلی بیشتری توضیح میدم. وقتی که میخوای فایل رزومه رو درست بکنی چند تا چیز هست که خیلی مهمه. اولین چیزی که خیلی مهمه قالب درست انتخاب کردن، یه قالب خیلی ساده، خیلی خوانا، قالبی که در از کارفرما تا میبینتش بفهمه که شما چه کارهایی کردی، چه تحصیلاتی رو داشتی، چه مدارکی رو گرفتی و در از میگن با یه نگاه کامل همه چیز رو بتونه ببینه. این خیلی خیلی مهمه. دومین فایلی که باید آماده بکنی فایل انگیزه نامه است و اینکه شما باید توی فایل انگیزه نامه‌تون خیلی داستانوار راجع به خودت توضیح بدی. و توی این توضیح دادن چند تا نکته مهمه. اینه که به یه سری سوالات جواب بدی. کی بودی و چرا اون رشته رو انتخاب کردی؟ چه تحصیلاتی رو گذروندی و چی شد که وارد این حیطه کاری شدی در اصل؟ چی شد که ارتقا پیدا کردی یا کارتو عوض کردی؟ چرا مناسب این شغل هستی؟ اگه بخوای شغلی بخوای ویزای شغل کاری بگیری، اگه بخوای ویزای تحصیلی بگیری، چرا میخوای این رشته رو ادامه بدی و چرا اون کشور مقصد رو انتخاب کردی؟ یه جورایی توی این داستانی که داری از خودت تعریف میکنی یه ذره باید صمیمی طور باشه، باید تعریف بکنی و به این سوالات در اصل مت جواب بدی. و یه چیز دیگه هم که بخوام بگم اینه که انگیزه نامه و رزومه سفارت یه ذره با اونایی که برای کاری و تحصیلی میفرسی تفاوت داره که اینم باز توی ویدیو خودش کامل واسهتون توضیح میدم. بخش بعدی که باید تکمیلش بکنی جمع‌آوری مدارکتونه، مدارک تحصیلیه و مدرکایی که از آموزشگاه‌های مختلف گرفتی و ترجمه‌شونه. که قبل از ترجمه مدارکتون باید یه سری تاییدها انجام بشه واسهشون که اینا رو من بهتون یاد میدم و اینکه کدوم دارو ترجمه ها اونا رو ببرید و اصلا به چه زبانی برای مقصدتون باید ترجمه بکنید، اینا مهم هستن و من اینا رو به شما یاد میدم که این کارا رو چجوری انجام بدید. بعد از که مدارکتو ترجمه کردی و در اصل تاییدیه‌هاشو گرفتی، یه سری از کشورها یه مرحله اضافه تر هم ممکنه داشته باشن که متفاوته. مثلا آلمان یه چیزی داره به اسم لگال کردن، یعنی اینکه شما اون مدارکی که ترجمه کردی و مهر دادگستری و وزارت امور خارجه داره، خود آلمان یه دور با اصل مدارکتو چک میکنه و در اصل برابر اصل میکنه، یه مهر میزنه. این قسمت هم شما باید اضافه تر برای بعضی از کشورها انجام بدید و توی تایمینگ زمان بندیتون این مرحله هم در نظر بگیرید. تا اینجای کار مدارکتو ترجمه کردی، تایید کردی و سطح زبانتو به اون حدی که لازم بوده رسوندی و اون مهارتایی که لازم بوده رو یاد گرفتی. حالا یا میخوای دانشجویی بیای یا میخوای کاری بیای. کاری که باید انجام بدی اینه که سایت های کاریابی کشور مقصد رو در بیاری، توشون عضو بشی و اینکه شهرهایی که واسه رشته تو خوب هستن رو پیدا بکنی و باز اینکه ببینی که کدوم شرکت ها آینده بهتری دارن، اونا رو سلکت بکنی و واسه اونا رزومه تو بفرستی. از اینجای کار در واقع کار اصلی تو میخواد شروع بشه. همه این چیزایی که این مدت یاد گرفتی، زبان، مهارتایی که بوده، دانشگاه و سابقه کاری، چه برای دانشگاه چه برای اون کاری که اپلای کردی، در واقع باید خیلی خوب خودتو پرزنت کنی که اون شرکت یا اون دانشگاه قانع بشه که تو رو بپذیره و بیاره کشور مقصد. پس مهمترین چیز برای پرزنت خودت اون مصاحبه که در اصل انجامش میخوای بدی. حالا مصاحبه ها یا با استاد دانشگاه است، یا با بخش اشعاره، یا با بخش فنیه، یا با مدیر عامله. که من خودم توی مصاحبه ها یه سری تجربه پیدا کردم، اینا رو واسه شما توضیح میدم که بتونید یاد بگیرید و مصاحبه هاتون رو خیلی خوب ببرید جلو. بعد از مصاحبه فرض کن یا یه دانشگاه اکسپت شدی یا یه قرارداد کاری تونستی بگیری،
مرحله که بعد از این باید انجام بدی اینه که بری سفارت یه سری مدارک رو آماده بکنی، که این خودش یه بخش جداگانه داره که دیگه ویزاتو بگیری و بیا کشور مقصدت. تو این مسیری هم که داری میری خیلی از آدما هستن میان بهت میگن که مثلا تو هدفتو گذاشتی عمان، بعد میاد میگه که بهش میگه که مثلا 300 میلیون گذاشتم برای عمان، فرضاً زبانم هم عربی دارم یاد میگیرم، میگه این چه کاریه، چرا داری عربی یاد میگیری، تو وردار با این 300 میلیون بیا برو ترکیه، میتونی یه خونه بزرگ بگیری، نیاز نیست عربی یاد بگیری، و کلا میخواد شما رو در اصل یه شستشوی مغزی بده، مسیر تو عوض بکنه. به این جور آدما گوش کنید ولی روتون تاثیر نذارن، هدفتون رو عوض نکنید. شما اون زبان رو مشخص کردی، کشورتو برنامه‌ریزی کردی و براش وقت گذاشتی و خودت هزینه ها رو درآوردی و هیچ وکیل مهاجرتی و یا هیچ شخص دیگه بهتر از خودت نمیتونه تشخیص بده که کدوم کشور مناسبته. پس وقتی یکی از راه میرسه به تو میگه که مقصدتو عوض بکن، من رفتم خوبه، اوکی بشنو ولی راه خودتو ادامه بده. یه چیزی که بخوام در آخر بهتون بگم اینه که من نه وکیل مهاجرتی هستم نه مشاور مهاجرتی، فقط تجربه‌ای که توی این مسیر پیدا کردم دوست داشتم به اشتراک بذارم تا بقیه هم استفاده بکنن. و اینکه یه سری ویدیو هم قراره ساخته بشه که با بچه‌هایی که مثل من اومدن، خودشون همه کاراشون رو کردن، تجربیاتشون رو به اشتراک میذاریم تا بتونید شما ازشون استفاده کنید. برای اینکه منو حمایت بکنید و به هم انرژی بدید که توی این بحث ویدیوهای بیشتری بسازم، میخوام ازتون که کانال رو سابسکرایب کنید، به بقیه دوستاتون پیشنهاد بدین که ببینن و ویدیوها رو لایک کنید. و اگر اینکه سوالی دارید یا پیشنهادی دارید میتونید توی کامنت ها برای من بنویسید. از اونجایی که ما تازه کانال رو انداختیم، من میتونم که تمام کامنت ها رو بخونم و به همشون جواب بدم. منتظر ویدیوهای بعد باشید. خدافظ.